سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. اکثر کارآفرینا امروز دیگه مسئله رشد و پیشرفت فردی رو درک کردن. میدونن که برای موفقیت در کارشون دیگه به اصول و قوانین گذشته ها نمیشه بسنده کرد و باید سراغ کتاب‌های جدید، سخنرانی‌های اساتید بین‌المللی، کنفرانس و شبکه سازی رفت. اما دنیای کارآفرینی مثل بسیاری از علوم یک پاسخ قطعی برای یک موضوع نداره. توصیه‌ای که برای شما درست عمل می‌کنه ممکنه برای یه نفر دیگه نتیجه زیانبار داشته باشه. یه جا به شما میگن چند سالی باید سخت کار کنید. یه جای دیگه میگن نه، باید هوشمندانه کار کنید. بالاخره کدوم درسته؟ واقعیت اینه که هر دو درستن، اما بنا به شرایط مختلف. کارآفرینی همیشه راجع به توصیه و تکنیک ها نبوده. بعضی وقتها رعایت تعادل بین کار و زندگی شخصی و موضوعاتی مثل مدیریت شخصی مهمتر از تکنیک و توصیه هاست. به هر حال، اگر شما بخواید به توصیه‌های افراد مختلف گوش بدید، مطمئن باشید گیج میشید. به تعداد افراد بر روی کره زمین توصیه برای موفق شدن وجود داره. اما ما 5 قانون متضاد که به اصول 5گانه معروفن رو انتخاب کردیم تا به شما توضیح بدیم و بگیم چرا با رعایت این 5 قانون تقریباً بهترین استفاده رو از همه توصیه‌های حال حاضر در دنیا میبرید. شما با بلد بودن این 5 قانون میتونید از توصیه ها و راهکارهایی که میشنوید بهترین استفاده را به نفع خودتون ببرید. بریم سراغ این 5 قانون. قانون متضاد اول میگه برای برتری تلاش کنید اما از کمالگرایی بپرهیزید. برتری یعنی هر آنچه از دستتون برمیاد انجام بدید، با هر آنچه در توان دارید، در هر زمانی. اشتیاق برتری یک نوع سبک روحی برای کارآفرینانه. کارآفرینانی که با احساس و تمایل به برتری تلاش می‌کنند، نتایج بیشتر و بهتری نسبت به کارآفرینانی که اعتقاد دارند همین که هست کافیه به دست میارن. اما مشکل زمانی پیش میاد که این روحیه برتری رو با کمالگرایی اشتباه بگیریم. یعنی فکر کنیم همه چیز باید عالی باشه. این طرز فکر سمیه. شاید باعث بشه خیلی چیز عالی باشه، اما هیچ وقت شما از اونها راضی نمیشید. تفاوت اصلی برتری با کمالگرایی اینه که برتری با دید خوشبینانه باعث میشه همه ی تلاشمون رو به کار بگیریم، اما کمالگرایی از ترس و حس منفی نسبت به کارمون نشأت میگیره. برتری فضا رو برای کارها خود به خود فراهم میکنه، اما کمالگرایی به شما حس کنترل بر اوضاع و شرایط رو القا میکنه. رفتاری که ناشی از حس اشتیاق به برتری باشه با اعتماد به نفس عمل میکنه، اما رفتار ناشی از کمالگرایی باعث ایجاد شک و تردید میشه. قانون متضاد دوم میگه شکرگزار باشید اما ناامید نباشید. شاید خیلی وقت و اوضاع و شرایط اونقدر سخت و طاقت فرسا باشه که حتی یک روزنه نور امیدی در زندگیتونم نباشه. اگر کارآفرین باشید این شرایط رو به وفور تجربه میکنید. اما با این اوصاف شما دو راهکار پیش رو دارید. یا ناامید بشید یا شکرگزار باشید. اگر ناامید بشید حس منفی و بدی پیدا میکنید و این حس به رفتارتون منتقل میشه. رفتار شما هم معلول افکارتونه. اگر فکرتون سرگرم موارد ناامیدی باشه ناخودآگاه اعمال و رفتارتون هم برای تحقق این حس عمل میکنه. اما چی میشه اگر بابت هر چیزی که دارید شکرگزار باشید؟ احساس شما مثبت میشه، حس بهتری پیدا میکنید و انگیزه برای تغییر شرایط در شما بیشتر میشه. بسیاری از کارآفرین ها با حس مثبت در بدترین شرایط زندگیشون تغییرات بزرگی خلق کردن. بابت هر آنچه امروز دارید شکرگزار باشید و امیدوار بهترین ها باشید. اما هیچ وقت اجازه ندید حس ناامیدی توأم با ترس انگیزه فعالیت شما باشه. قانون متضاد سوم میگه گرسنه باشید اما ضعف نکنید. خب این یه قانون بی‌رحمانه است.
کسی که سیره همیشه غذا داره و اون که گرسنه است هیچ وقت سیر نمیشه. وقتی میگن پولدار پولدارتر میشه و فقیر فقیرتر میشه، در واقع یه جورایی از این قانون صحبت میکنن. همونطور که میدونید کارآفرینا رویا پردازهای وصف ناپذیری هستن. هر چقدر رویاهای شما رنگی تر، بزرگتر و چشم نوازتر باشن، اشتیاق و خواسته شما برای به دست آوردن اون رویا بیشتر میشه. وقتی اشتیاق و خواسته شما عمیق تر باشه، هر کاری برای رسیدن به خواستتون میکنید. این خوبه. این که هر کاری از دستتون بر بیاد انجام بدید خوبه، اما نه به هر قیمتی. شما باید حد و مرزی برای خودتون مشخص کنید. شاید راه‌های غیر اخلاقی میونبری به خواسته‌های شما باشن، اما آیا شما انجامشون میدید؟ من انجام نمیدم. شاید دیگران هیچ وقت نفهمن چی کار کردم، ولی دلم میخواد بتونم هر روز صبح با غرور خودم رو تو آینه ببینم و از خودم خجالت نکشم. قانون متضاد میگه شما باید گرسنه باشید اما ضعف نکنید. وقتی ضعف میکنید، هر چیزی به دستتون میرسه رو حاضرید بخورید. اما وقتی گرسنه اید، به دنبال چیزایی میگردید که خوب باشن و گرسنگی شما رو برطرف کنن. بنابراین میل و خواستتون رو به تعویق بندازید. قرار نیست اونو فراموش کنید یا نادیده بگیرید. فقط به بعد موکول کنید و در حال حاضر فکر کنید بهترین کاری که از دستتون برمیاد چیه و بعد انجامش بدید. قانون متضاد چهارم میگه خواهان پیشرفت سریع باشید اما با صبر و حوصله. صبر یکی از مهمترین ویژگی‌های موفقیته که کارآفرینان جوان کمتر از اون بهره بردن. خب، حق هم دارید، چون شما انرژی فراوان برای به دست آوردن رویاهاتون دارید و میخواید تا وقتی که انرژی دارید رویاتون رو به دست بیارید. اما این اشتیاق فراوان باعث بی‌حوصلگی شما میشه. نباید در دام بی‌حوصلگی و بی‌صبری بیفتید. مقوله صبر بسیار بسیار مهمه. هیچ فرد موفقی رو در دنیا نمیبینید که یک شبه کسب و کاری پولساز و موفق ساخته باشه. شاید بعضی از هنرپیشه‌ها و خواننده‌ها و بعضی از مسئولین داخلی یه شبه میلیونر شده باشن، اما اونها کسب و کاری نساختن. اونها اعتبار زیادی یه شبه به دست آوردن. اعتبار به معنای درآمد نیست. اعتبار یه شبه هم میتونه از بین بره، اما یه سیستم کسب و کار قدرتمند با هستی قوی نمیتونه یه شبه نابود بشه. قانون متضاد پنجم و قانون آخر میگه برای اهدافتون سخت کار کنید اما به اونها وابسته نباشید. خیلی خوب این نکته رو به خاطر بسپارید. هر وقت خیلی سخت به خروجی اهدافتون وابسته باشید، شروع میکنید عزت نفستون رو مصرف کردن تا به هدفتون برسید. عزت نفس رو مثل کیسه‌ای پر از هوا در نظر بگیرید. شما وقتی وابسته به خروجی اهدافتون باشید، برای مثال شدیداً وابسته به درآمد آخر ماه کسب و کارتون باشید، مجبور میشید در به این کیسه رو باز کنید و اجازه بدید با مصرف عزت نفستون شما رو به جلو هل بده. برای مثال شما شروع میکنید به کاهش کیفیت برای تولید بیشتر یا کم کردن حقوق کارکنان برای جبران هزینه ها یا فعالیت‌های تبلیغاتی کاذب‌تر یا خیلی چیزای دیگه. این کارها نتیجه خوبی در کوتاه مدت دارن، اما نتیجه بسیار ضعیف و بدی در بلند مدت دارن. پس سعی کنید سخت کار کنید، تلاش کنید و زحمت بکشید، اما خودتون رو به خروجی کارتون وابسته نکنید. وابسته نبودن به نتیجه به معنای بیخیال بودن نیست. شما قراره به هدفتون برسید، اما اگر نرسیدید تخریب نشید، ریکاوری کنید و دوباره تلاش کنید. دنیای موفقیت پر از توصیه هایی برای موفقیته. اگر به همه توصیه ها گوش کنید، هیچ وقت موفق نمیشید. سعی کنید توصیه هایی رو که دوست دارید و نسبت به اونها احساس خوبی دارید رو انتخاب کنید. به یاد داشته باشید، هر هفته یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه با یک برنامه جدید در خدمت شما عزیزان هستیم.
نظرات و پیشنهاداتتون رو در کامنت ها برامون بنویسید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. یادتون باشه، تنها مسیر غیر ممکن مسیریه که هنوز شروعش نکردید. پیروز و موفق باشید.